دکتر امیر مدیر هستم، اورولوژیست. موضوعی که امروز میخوایم در موردش باهاتون صحبت بکنیم درمان مردانیه که با مشکل ناباروری مراجعه کردن. در واقع بهتره بگیم درمان زوجیه که مشکل ناباروری دارن و احتمالاً مرد هم مشکلاتی داره که منجر به ناباروری شده. از این نظر این رو میگم که هدف در درمان بچه داری و باروریه. ما تمام سعیمون رو در درمان میکنیم که کیفیت اسپرم و نحوه اسپرم سازی رو بالا ببریم. درمان ها رو من بهتون توضیح میدم و نحوه انجام اون رو، ولی همیشه هدف بچه داریه. بنابراین ما این فرصت رو نداریم که تا ابد صبر بکنیم که حالا اسپرم بالا بره، مثلا 2% بالا رفت ماه و 3%. این عددها برای ما هدف نیستن، هدف بچه داریه. پس ما یک بر اساس سن زوجین و بر اساس زمانی که گذشته از وقتی که اقدام به باروری کردن، یک فرصتی در نظر میگیریم که هر دو زوج رو درست بکنیم، درمان بکنیم، از جمله مرد رو. وقتی از این فرصت گذشت ما دیگه نمی ایستیم که هی اسپرم 1% بالا بره یا پایین بیاد، ما میریم سراغ اقدامات بعدی، یعنی زوجی که بچه دار نشدن به صورت طبیعی با هر آزمایش اسپرمی اگر امکان افزایش اسپرمو نداشتیم بعد قدم بعدی درمان رو پیش ببریم که قدم های بعدی میشن اقدامات کمک باروری، روش های کمک باروری. حالا ما فرض بکنیم که زمان داریم، فرصت داریم و میخواییم آزمایش اسپرم فرد بهبود پیدا بکنه، به این ترتیب شانس باروری فرد رو بیاریم بالاتر. چی کار باید بکنیم؟ چه اقداماتی میشه انجام داد؟ این اقدامات عمده شامل از بین بردن یا جلوگیری کردن از عوامل مخربه. این عوامل مخرب بعضن اسماشون رو قبلا هم شنیدید، مثل مصرف سیگار، مثل دخانیات به هر نحوی، حالا قلیان، سیگار، مثل اضافه وزن خیلی بیش از حد، مثل عوامل محیطی، مثل نمیدونم گرمای محیطیه. تمام این عوامل و بعضیاش هم دست ما نیست، مثل آلودگی های محیطی، آلودگی های شغلی، نحوه در واقع هوایی که ما تنفس میکنیم، خیلیش دست ما نیست. میشه با اقداماتی، با داروهایی، با داروهای کمکی و یا مکملهایی در زمینه مسئله ناباروری مردان جلوی تأثیر این عوامل محیطی روی اسپرم رو گرفت. چون نهایتاً عامل محیطی هر چی باشه، گرما میخواد باشه یا مواد حاصل از پتروشیمی باشه یا فلزات سنگین باشه، باید بره روی اون سلول و از طریق تغییرات مولکولی شیمیایی یه تأثیر مخرب بذاره. اون تغییر آخر، اون تأثیر آخر برای تخریب اسپرم رو، برای نابود کردن اسپرم رو، بعضن با مواد مکمل و با مواد دارویی مکمله که جلوی تخریب اسپرم رو میگیرن میشه جلوشو گرفت، یا حداقل اینه که اینا رو کم کرد. بنابراین ما توصیه‌مون اینه که اون عوامل مخرب رو مثل دخانیات، مثل اضافه وزن و مثل مصرف کردن بعضی از خوراکی‌هایی که عمدتاً تحت عنوان فست فود می‌شناسیم، مواد نگهدارنده بالا دارن، با محدود کردن اینا جلوی آسیب و اسپرم رو بگیریم. اما در قسمتی که ما کاری نمیتونیم بکنیم، مثل آب و هوا و عوامل محیطی و مثل آلودگی‌های محیطی و فلزاتی که در هوا هستن، سرب و اینا، اونجا چیکار میتونیم بکنیم؟ اونجا شاید بتونیم از مکمل‌ها استفاده بکنیم. گفتم، توضیح هم دادم که مکمل ها جلوی اون آسیب نهایی به اسپرم سازی رو میرسونه. در نهایت هر چه که ما تونستیم کمک کنیم به اسپرم سازی، کمک کنیم به بالا رفتن کیفیت اسپرم، این باعث میشه شانس باروری زیاد بشه. اگر فرد علت زمینه‌ای داره، مثلا فرد واریس داره بیزش، یعنی واریکوسل بیزی داره و در سن باروری و بچه میخواد، با برطرف کردن واریکوسل، یعنی با جراحی واریکوسل، باز شانس اسپرم سازی با کیفیت رو بالاتر میبریم. این بالا رفتن کیفیت اسپرم در یک مدت زمانی فرصت داده میشه و اگر منجر به باروری طبیعی شد مشکل حله، اگر نشد اون وقت اقدامات بعدی شروع میشه.